تفریق به کارگردانی مانی حقیقی. بریم ببینیم چه خبره. خب متاسفانه باید بگم که تفریق مثل خیلی از فیلم های چند وقت اخیر سینما ایران قاچاق شده. هیچ کس نمیدونه از کجا اومده بیرون، به طرز عجیبی هیچ کس مسئولیت قبول نمی کنه و خب این خیلی خیلی سخت و آزاردهنده است برای کسایی که دارن توی صنعت کار میکنن. حالا فارغ از کیفیت بد یا خوب ویدیوها، باید به این نکته اشاره کنیم که این یک صنعت، به هر حال افراد زیادی درش دخیل هستن، سرمایه گذاشته میشه، ساخته میشه و همین روند باعث میشه خیلی فرار کنند از سینما. مانی حقیقی حقیقتا کارگردان باهوشیه، میدونه داره چی میسازه، یک جاهایی میدونه که چطوری باید با تصویر بازی کنه برای اینکه ذهن تماشاگر رو درگیر کنه و این کار رو به خوبی انجام میده. قبلا هم در فیلم اجدها وارد میشود نشون داده بود که به خوبی از پس این کار برمیاد و حالا با تفریق هم دوباره به همون سازوکار برگشته. چیزی که بتونه مشخص نیازه تا بهش اشاره بشه در مورد فیلم تفریق اینه که خب فیلم یک رونوشت هست از فیلم انمی با بازی آقای جک جیلنهال، که خب این شباهت ها صرفا خلاصه داستان یا موضوع اصلی و درمایه اصلی نیست، بخشی از روند قصه است که مرتبط با اون فیلم و حالا اینجا خب یه سری محدودیت ها وجود داره به هر حال و ایرانیزه شده در واقع قضیه. اما نکته قابل توجه درباره فیلم که خب یک سری بحث هایی رو رقم زده اینه که فیلم داره اشاره میکنه به دنیاهای موازی، که این هم درست هست هم درست نیست. حالا ما هم دیگه بررسی میکنیم که چرا. اول در مورد این صحبت میکنیم که چرا این نظریه درسته. بله، تفریق داره اشاره میکنه به دنیاهای موازی و خب یک چند مرتبه در طول قصه به این نکته اشاره میکنه، مخصوصا جایی که فرزانه در حال صحبت با پدر جلال هست و اشاره میکنه به بارونی که داره میاد و میگه که این بارون چرا اصلا داره میاد وقتی هیچ ابری تو آسمون نیست. این یک در واقع اشارات ریزی هست که فیلمساز در طول قصه چند جای مختلف گنجیده تا بگه که خب این قصه تا حدودی فانتزی هستش، این قصه تا حدودی قراره که غیر واقعی باشه و ما قراره با یک دنیاهای موازی مواجه بشیم. حالا مشکل کار کجاست؟ مشکل فیلم اینجاست که از دنیای موازی فقط اشاره به چند تا دیالوگ داره، یعنی که همین دو سه تا دیالوگ رو از شما از قصه بگیرید هیچ اثری از دنیای موازی نیست و در واقع یک مسیر اشتباه داره میده کارگردان به مخاطب، برای اینکه خب برای اون مسیر اصلا فیلم پیش بینی نشده. فیلم یه اثر کاملا رئال ایرانیه، حتی کیفیت روایت قصهش هم دقیقاً شبیه همین فیلم های رئال ایرانیه و اینکه دنیای موازی رو قاطی با این رئال ایرانی کنید در صورتی که هیچ برنامه‌ای براش نداری واقعا ناامید کننده است. دلیلی که میگم این قضیه ناامید کننده است اینه که خب سلسله اتفاقاتی که در طول قصه میفته واقعا عجیبه. اینکه خب باشه دنیای موازی هست، فرزانه بیتار میبینه میگه اوه چرا شبیه همدیگه هستیم، تا اینجا شوکه‌ایه. اینکه این یک آغازیه بر یک سری اتفاقاتی که قرار در ادامه بیفته خیلی جذاب میکنه فیلم نما رو. اما زمانی که شخصیت ها با همدیگه مواجه میشن رفتار عجیبی پیش میگیرن، خیلی ساده به قضیه برخورد میکنن. اینکه خیلی خب تو شبیه منی، باشه خانومت هم که کپ خانوم منه، بازم باشه. خب چرا یه مقدار تغییر ایجاد نمیشه در رفتار این شخصیت ها؟ چرا انگار دو تا آدم عادی دیدن، انگار یه چهار تا آشنای دور دیدنن یک جای دیگه، در صورتی که اینا نسخه دیگه خودشون رو دارن میبینن و دیدن نسخه خودشون باید منجر به چه اتفاقی در فیلم نامه بشه. فیلم نامه میخواد این چهار تا شخصیت رو حالا بنا به چهار تا کاریزما و شخصیت متفاوتی که دارن در کنار هم دیگه قرار بده و یه سری اتفاقات رقم بزنه، ولی خب هیچ کدوم این اتفاقات منطقی نیستن. مثل فداکاری جلال برای بیتا اصلا عجیبه. خب چرا باید این کار انجام بده؟ باشه اگر علاقه به وجود اومده، این علاقه کی شکل گرفته؟ با یک دیالوگ توی ساختمون یا کجا چطور؟ و بدتر از اون این که خب محسن چرا تا این حد خشن عمل میکنه؟ چرا محسن تا این حد عصبانیه؟ اون اکشن آخر فیلم که اتفاق میفته چی هست اصلا؟ خب اینا همشون منطق میطلبه، منطقی که شما نمیتونید رو تو دنیای موازی توجیه کنید، بگید که خب اصلا دنیای موازی ما این برداشت رو از این اثر داریم، این نماد پردازی رو داریم. نماد قاعده و یک سری اصولی داره، هر چیزی رو نمیشه به عنوان نماد و یک کددهی به تماشاگر در نظر گرفت. کددهی که صورت میگیره باید کدگشایی هم بشه، صرفا مطرح کردن اون کد که به خودی خود فضیلت محسوب نمیشه. به همین دلیله که میگم تفریق نتونست از پس سوژه جذاب خودش بر بیاد، سوژه‌ای که خب به هر حال خیلی هم اورجینال نیست ولی به هر حال در سینما ایران کمتر بهش پرداخته شده. من یه فیلم متاسفانه تصمیم گرفته با چند تا دیالوگ خیلی ریز این ابهام رو بیشتر کنه برای تماشاگر، اینکه بخواد
خودگشایی انجام بده در طول قصه، بخواد از تک تک دیالوگ ها یک برداشت ذهنی خاص داشته باشه، در صورتی که ابدا چنین چیزی وجود نداره. همه چیز خیلی ساده و در این حال ضعیفه، مخصوصا پایان بندی فیلم که سلسله اشتباهات فیلم رو تکمیل میکنه. اون پایان عجیب و غریب و اون صحنه دست واقعا پایان بندی بدیه برای یک اثری که ادعا میکنه که اثر باهوشیه، برای اثری که ادعا میکنه خب از یک فرم رئال خارج شده و میخواد به حتی دنیای موازی بپردازه و یک لول بالاتری از روایت داستان رو پیش بگیره. این پایان بندی واقعا پایان بندی بدیه. به پایان بندی ضعیف فیلم باید مواجهه محسن و فرزانه رو هم اضافه کنیم، سکانسی که خب در اونجا فرزانه متوجه میشه که همسرش کشته شده و حالا محسن میگه که اوکی همسرت کشته شده، بیا مادر بچه من باش. و خب جالب اینه که فرزانه میپذیره، این که دیگه به دنیای موازی مرتبط نیست، این دیگه رئاله و خب خیلی بده. در مجموع تفریق اثریه که میتونه بحث‌های مختلفی رو رقم بزنه. مسلماً خیلی از تماشاگرها بعد از دیدن فیلم یه مقدار نیاز به تفکر بیشتری دارن برای اینکه متوجه بشن چه در طول داستان گذشته، و خب این باعث میشه که فکر کنیم که این اثر از یک اثر روتین سینما ایران که معمولاً خب اولش رو پنج دقیقه اولش نگاه کنید آخرش خیلی راحت میشه تشخیص داد، اثر بالاتری محسوب میشه، اثر بهتری محسوب میشه. ولی با این حال مشکلات فیلمنامه، مشکلات منطقی، منطق روایی داستان باعث میشه که تفریق واقعا ناامیدمون کنه. و از مانی حقیقی حقیقتا انتظار چنین ناامیدی نداشتیم. شاید بد نباشه آخرین ویدیو این رو هم بگیم که خب به هر حال این فیلم قاشاق شده و هیچ آورده‌ای برای تهیه کنندگانش به همراه نداشت و از این جهت خب اگر شاید راهی پیدا کنن برای اینکه بخوان اعلام کنن که افرادی که فیلم رو دیدن یک مبلغی پرداخت کنن به عنوان حق تماشای فیلم، این کار صورت بگیره. به نظرم مهمه که این کار انجام بشه. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. لطفاً اگه این ویدیو رو دوست داشتید دکمه لایک رو بزنید، دکمه سابسکرایب رو حتما بزنید و اینکه میبینمتون رو دم شما گرم.